رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن با ماست. خانم برومند، خانم محمدی دومین ایرانی هستش که برنده جایزه صلح نوبل میشه بعد از خانم شیرین عبادی، ولی ادبیاتش رو که نگاه میکنید، مصاحبه‌هاش و حرفاش رو، البته دوران هم دوران متفاوتی است، بسیار تند و رو در روی حکومت تمام قد ایستاده. بله، خب به همین دلیل هم زندان هستن دیگه. یعنی در طول سالها روی همه مسائل مهم خانم محمدی فعالیت کردن، از مجازات اعدام گرفته تا زندان انفرادی تا وضعیت زندانها تا کرونا در زندانها. یعنی به هر حال همیشه، حالا هر نظر سیاسی هم داشتن، هیچ وقت روی مسئله حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، اعدام، علیه اعدام کودکان، هیچ وقت روی این موضوعا کوتاه نیومدن. یعنی مسئله حقوق بشر رو از راه کارهای رسیدن به یه وضعیت سیاسی بهتر جدا میدونستن. برای همین هم هست که اینقدر باشون سختگیری میکنن دیگه. یعنی مدت‌ها اجازه تماس با بچه‌هاشون نداشتن، همیشه تنبیه میشدن وقتی فرستادنشون زندان زنجان. تو اون بندی که بودن، یک نفر که مطمئناً کرونا داشت فرستادن و یه عده که علائمی داشتن، و خب بند 12 نفرشون مریض شدن و بعد پزشک، یعنی میدونین چی میگم، این به خاطر اینی که سر صحبتاشون میستن و سر مسئله حقوق بشر خیلی اهل چیز نیستن، کوتاه اومدن نیستن. خانم برومند، میدونم که حالا ممکنه بعضی گروه ها، بعضی افراد با ملاحظاتی، ولی بالاخره تقریبا همه طیف‌های سیاسی به او تبریک گفتن، منظورم طیف‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، یعنی شما از مجاهدین بگیرید تا سلطنت طلب‌ها، حالا با کم و کیف مختلف، چقدر فکر می‌کنید که این خانم محمدی رو در موضع استثنایی قرار میده که یک حمایت جمعی قابل توجه از مخالفان جمهوری اسلامی پشت سرش داشته باشه و شاید چیزی شبیه به یک رهبر سیاسی بشه؟ خب یه همچین اجماعی برای هر رهبر سیاسی لازمه. یعنی این اگر که میتونست یه همچین اجماعی طول بکشه، و ولی من نمیدونم که خانم محمدی میخوان یه رهبر سیاسی باشن یا نه، یا برای اینکه تا اونجایی که ما از ایشون اطلاع داریم همیشه فعال حقوق بشر بودن. منتها خب فکر میکنم همه متوجه هستند که این جایزه یه جایزه هست به استقامت و شجاعت و فعالیت‌های خانم محمدی و یک ابراز همبستگی و همدردی هم هست با مردم ایران و افرادی که در اعتراضات کشته شدن و افرادی که به هر حال دارن برای حقوقشون میجنگن. یعنی فکر میکنم شاید همه جناح‌های سیاسی، یعنی باید از خودش پرسید، البته من نمیتونم برای اونا حرف بزنم، ولی متوجه هستن که این جایزه هم برای زنان ایرانه، برای خانم محمدی به عنوان نماینده و فعال، ولی برای زنان ایران هم هست به یه صورتی. ولی خب یک موقعیت ویژه هم به خانم محمدی میده این جایزه به گمانم. میدونم که جمهوری اسلامی، مهمانان دیگر هم مطرح کردیم، حکومت قابل پیشبینی نیست، ولی بالاخره شناسایی تا این حد بین المللی از دبیر کل سازمان ملل تا رئیس جمهوری آمریکا تا تمام مخالفان جمهوری اسلامی در موردش سخن بگن، بالاخره یک حول و حوشی از مسئولیت رو به گمانم به همراه میاره در مقایسه با دختران دیگری که به محض اینکه واکنش نشون میدن، یا زنان دیگری که به خیابان‌ها میان با حبس و زندان و سرکوب و تهدید روبرو میشن. طبیعتاً بخش قابل توجهش به خاطر شجاعت خود او تا اینجا بوده، ولی الان با این حمایت بین‌المللی میتونه رساتر هم صحبت کنه، اینطور نیست؟ بله، یعنی شما دیگه میخواین چی بگن؟ من در مورد تعرض جنسی به زندانیان که نوشتن، ولی خب مسئولیت درسته، یعنی به هر حال بهای بدرفتاری با ایشون و نگه داشتن ایشون تو زندان بیشتر شده، الان شکی توش نیست، و من حالا امیدوارم که مقامات ایران اونقدر ذکاوت داشته باشن که ایشون رو
تو زندان نگه ندارن دیگه، و اگه بیان بیرون اون وقت باید دید. و دفعه پیش که از زندان اومدن بیرون که خیلی تند توی کلاب هاوس و این طرف اون طرف کتاب راجع به زندان انفرادی و شکنجه سفید نوشتن. من فکر میکنم که امیدوارم که مسئولیتشون بیشتر بشه و یه کمی بذارن از زندان بیان بیرون، برای اینکه به هر حال تو زندان زندگی کردن برای سلامت هیچ کس خوب نیست و به هر حال خانم محمدی به مدت زیادی این طرف اون طرف زندان بوده، تو قرچک با وضعیت بد آب و نمیدونم مسئله سلامتی مختلف، کووید، غذای ناجور، میدونین. یعنی امیدوارم که بفهمن که این یک پیامیه که لااقل این خانوم رو بفرستین بیاد بیرون از زندان. ممنونم از شما رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن با ما.